یازدهمین روز تیر ماه برابر با 2 ژوئیه سال 793 خورشیدی برابر با 1414 میلادی زادروز نورالدین عبدالرحمن جامی ادیب و عارف ایرانی که گروهی او را مشهورترین شاعر آخر عهد تیموری و خاتم شعرای بزرگ ایران لقب دادند. نورالدین عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد معروف به جامی تحصیلات مقدماتیش را در خرگرد جام یکی از تبعات هرات به پایان رسانید و سپس راهی هرات شد. وی در شعر ابتدا دشتی تخلص می کرد، سپس آن را به جامی تغییر داد که خود علت آن را تولدش در شهر جام و ارادتش به شیخ الاسلام احمد جام ذکر کرده است. جامی مقدمات ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت و سپس در مدرسه نظامیه هرات که از مراکز علمی معتبر آن زمان بود مشغول به تحصیل شد و علوم متداول زمان خود همچون صرف و نحو، منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق، طبیعیات، ریاضیات، فقه، اصول، حدیث، قرائت و تفسیر را به خوبی فرا گرفت. وی پس از درگذشت سعدالدین محمد کاشغری نقشبندی به مقام خلیفه طریقت نقشبندیه برگزیده شد و چون سمرقند در سایه حمایت پادشاه علم دوست تیموری الغبیک به کانون تجمع دانشمندان و دانشجویان تبدیل شده بود، راهی آن دیار شد و در آنجا شهرتی یافت. جامی به افتادگی و گشاد روی معروف بود و به اینکه زندگی ساده‌ای داشت هیچگاه حاضر به سرودن مدیحه نشد. با این وجود وی در میان شاهان و امیران زمان خود بسیار محبوب بود، آنچنان که جانشینان الغبیک خصوصا سلطان حسین بایقرا و امیر او علی شیر نوایی تا آخر عمر خود را مرید او می دانستند و ازن حسن آقیانرو سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی و ملک الاشراف پادشاه مصر از ارادتمندان او به شمار می رفتند. جامی سرانجام در سن 81 سالگی در شهر هرات درگذشت و پیکرش را در همان شهر به خاک سپردند. سال 1230 خورشیدی برابر با 1851 میلادی درگذشت لوی ژاک موند دگر، نقاش فرانسوی و مبدع فن عکاسی. لوی ژاک موند دگر که پس از فراگیری نقاشی و فیزیک برای سنهای تئاتر پرده‌های جالب درست می‌کرد، پس از چندی به فکر افتاد تا با توجه به تأثیرات نور تصویر را به صورت عکسی ثابت و دائمی درآورد. گرچه در این روش علارغم سختی تنها گرفتن یک عکس آن هم به صورت تار امکان داشت، اما توجه به این واقعیت که میتوان به کمک نور آفتاب تصویری از اشخاص و اجسام به دست آورد که از نقص مصون باشد، خود مسئله فوق‌العاده جالب و ارزنده بود که سبب شد داگر را مخترع فن عکاسی بدانند. سال 1283 خورشیدی برابر با 1904 میلادی درگذشت آنتوان چخوف، داستان سرا و نویسنده روسی. آنتوان پاولویچ چخوف که در خانواده فقیر در روسیه به دنیا آمده بود، تحصیلاتش را در رشته پزشکی به پایان رساند، ولی با توجه به استعداد و علاقه‌ای که به نوشتن داشت از حرفه خود دست کشید و کار نویسندگی را دنبال کرد.